شکست به معنای زمین خوردن نیست که کسی به زمین بخوره ما میگیم شکست خورد. نه خیر، شکست خوردن به زمین خوردن نیست، به زمین ماندن هست که در زمین بمانی. غرق شدن به زیر آب داخل شدن نیست، زیر آب شدن نیست، در زیر آب ماندن هست، در زیر آب نمانی. یکی در زیر آب رفتی یک دفعه غرق شدن نیست، پس بلند شو. شکست خوردن به این معنا نیست که در مکتب یک دفعه ناکام شد ترکش کن. نه خیر، این اولین راز موفقیت تو است، اولین قدم موفقیت تو شکست هست. باید شکست بخوری که دیگه دفعه راه شکست دادن را یاد بگیری. شکست خوردن به این معنا نیست که یک نفر هزار دفعه شکست خورده ای شکست خورده. نه خیر، از این معلوم میشه که هزار راه شکست دادن وجود داره. شکست معنایی نداره در زندگی. عقب رفتن، عقب گردی معنایی نداره. چشمای ما در پیشروی ما هست، پیشروی حرکت که برای پیشرفت باید پیش رفت، پشت سر نیست. هر روزی که آفتاب بلند میشه برای ما ای امیدواری میده که حرکت کن، هنوزم وقت زندگی داری. همین هر لحظه‌ای که ما تو نفس میکشیم برای ما تو میگه که حرکت کن، وقت زندگی کردن هست. تولد هر طفل دلالت به این داره که الله متعال هنوز از انسان ناامید نشده. الله از تو ناامید نیست، تو هم ناامید نباش. ما در وقت ناامیدی و در وقت شکست خیلی فغان میکنه، ناله میکنیم، درد میکشیم، عشق ما میریزه. ما برات میگم که گریه تو چیز مقدم را مؤخر نخواد کرد و چیز مؤخر را مقدم نخواد کرد. گریه تو مرده را زنده نخواد کرد. گریه تو مریضی را صحت یاب نخواد کرد. گریه شکست منظورم است و گریه نیمه شب نه. گاه اوقات ما بخاطر شکست عشق میریزیم، عشق ما جاری میشه. عشق امو عشقی هست که ما در وقتی که توانایی داشتیم ما عرق نریختاندیم. عرق که نریزانیم باز جای عرق عشق میریزه. میگه ما سخت گناه کردیم، الله متعال نان و بالایت قطع کرده؟ نخیر. روزی خود را بالایت تو قطع کرده؟ نخیر. تو را از سرزمین خود خارج کرده؟ شاید دیروز گناه کرده باشم، در مسجد برای بسته کرده؟ خیر. پس او خدایی که در این حالت تو را میپذیره، تو که دست به دعا بلند کنه و استغفار بگوی، توبه بکنه در نیم شب بای جوانیت، والله نخواد بخشید. الله متعال خریدار ای تو جوانها و ای تو انسانها هست. و مردم را ناامید نسازیم. ما هر کس را که میبینیم یک گپ ناامیدی برش میزنیم. همیشه در سختترین شرایط زندگی مردم برای مردم جبیره باشن، برای مردم دردشان باید التیام بکنن. ما همیشه درد ما اینمی است که وطن سخت درد داره، به خاطر درد از این مردم باید التیام بخش باشن. زخم مردم باید نمک نباشیم بلکه مرهم باشیم. شما اگر ببینید در سختترین حالات یه از خصوصیات مؤمنین واقعی است که مردم را بشارت میدن، ناامید نمیسازه مردم را. یه از خصوصیات مؤمن هست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر صدیق وقتی طرف مدینه هجرت میکنه، سه شب را در کجا سپری میکنه؟ غار ثور. این سخت‌ترین حالت زندگی رسول الله است. آن قدر سخت است که دشمن پشت رسول الله جایزه تعیین کرده که هر کس رسول الله را از بین برد، صد شتر جایزه داره. این حالتی است که دیگه باید اگر انسان ضعیف باشه و ایمان مثل ایمان رسول الله نباشه، باید بزودترین فرصت شکست را بپذیری، باید تسلیم شوی. اما رسول الله نخیر، او میگه قوی ترین ذات پشت ما هست، غالب ترین ذات پشت ما هست. ابو بکر خو ایمانش مثل رسول الله نیست. وقتی که اینها در غار داخل میشه، به رسول الله میگه یا رسول الله، گفت اگه دشمن اگر زیر پای خود را نظر بکنه ما او تو را میبینه. با شمشیرهای از غلاف کشیده بالای غار استاد هستن که ما اگر ابو بکر و رسول الله از اینجا خارج شد بکشمش، شهیدش بکنه. رسول الله در این حالت سخت به ابو بکر میگه ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ای ابو بکر، گمانت در مورد او دو شخص چی است که سومش الله باشه؟ برای ابو بکر میگه که لا تحزن ان الله معنا، غمگین نباش که الله با ما هست. اگر مریض را دیده بگو لا تحزن ان الله معنا،
اگر قرضدار را دیدی بگو لا تحزن ان الله معنا. اگر کدام کس را دیدی که ضعف اقتصادی داشت بگو لا تحزن ان الله معنا. اگر کس را دیدی که پدر و مادرش مریض بود بگو لا تحزن ان الله معنا. اگر کس را دیدی که از اولاد شکایت داشت بگو لا تحزن ان الله معنا. اگر دیدی کسی از اولاد نداشتن شکایت داشت بگو لا تحزن ان الله معنا. اگر کسی را دیدی که از اقتصاد خود شکایت داشت بگو لا تحزن ان الله معنا. اگر کسی را دیدی که از مشکل شکایت داشت بگو لا تحزن ان الله معنا. اگر کسی را دیدی که از درد شکایت داشت بگو لا تحزن ان الله معنا. اگر کسی را دیدی که به ازدواج نمیرسید بگو لا تحزن ان الله معنا. اگر کسی را دیدی که از وضعیت کشور شکایت میکرد بگو لا تحزن ان الله معنا. این بزرگترین جمله است انسان را امیدوار میسازد. غمگین نباش که الله با ما تو هست.